صدای طبل مردمی موصول را بیدار میکند. هر روز در ماه رمضان این دو جوان عراقی ساکنان را برای سحرخوری بیدار میکنند. این رسم مسحرتی نام دارد. مسحرتی در عهد دایش از بین رفت چون آن را گناه میدانستند. بعد آزادی شهر ما خواستیم این انعنه را احیا کنیم تا مردمی موصول دیگر بار تبسم کنند. بعد از 9 ماهی جنگ های سخت و آزادی موصول در ماه ایول سال گذشته، این اولین رمضان در شهر است. در عهد 3 ساله دایش در موصول تمام انعنه های مردمی رمضان را منع کردند، حتی گذاشتن میز افطار برای مردمی فقیر را. انشاءالله روزهای آینده گذاشتن میز افطار برای روزداران را هم ادامه می دهیم. به نام خلافت دایش در موصول داغ زیاده گذاشت، بخصوص در غربی شهر. این آیله فراری از دست افراطیان باری اول است که به این خانه نیمه ویرانه برگشته است. پیشتر دو بار از آن می دادند که ما بیدار شویم و روزه بگیریم، اما دایش همه مسجدها را ویران کرد. بعد این ما بسیار وقت به سحرخوری روزه می گرفتیم. امسال وضع بهتر است. مردم زیاد خیرخواه و سازمان ها پشتی درمان آمده به ما پول و غذا می دهند. ما حتی خانه نداشتیم. شکر خدا برای من یک خانه یافتند. در زمان حکمرانی دایش استفاده سیگار، قلیان و شراب در موصول ممنوع بود. زنان زیر برقه سیاه بودند و احیانا کوچه می برآمدند. اما امسال زندگی در موصول به زندگی واقعا شهری تبدیل شده است.